به تل‌آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، میتونی بیشتر در مورد این گزارش برای ما توضیح بدی؟ رضا، پیش از این باید بدونیم که مسئله شهرک سازی یهودیان در مناطق اشغالی مسئله تازه‌ای نیستش و کمتر به این جنگی که الان بین اسرائیل و حماس داره ادامه پیدا میکنه ربط پیدا میکنه. در حقیقت پس از جنگ شش روزه که در اون جنگ اسرائیل توانست که کرانه باختری نوار غزه و شرق اورشلیم را به تصاحب خودش دراره و شروع به شهرک سازی در این مناطق کرد، شهرک‌های یهودی نشین، این نزاع بین اسرائیل و جوامع بین‌المللی ادامه داره و در حال حاضر بسیاری از شهرک‌هایی که در داخل کرانه باختری ساخته شده شهرک‌هایی هستند که از نظر جوامع بین‌المللی و سازمان ملل غیر قانونی هستند. حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که این نوع شهرک‌سازی‌ها نه تنها غیر قانونی هستش، بلکه یک نوع جنایت جنگی به حساب میاد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هشدار میده که گسترش این شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطینی یک جنایت جنگی هستش و خطر از بین بردن هر گونه امکان عملی برای تشکیل یک کشور پایدار فلسطینی را به دنبال میاره. ولکر تورک به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایجاد و ادامه شهرک‌سازی به منزله انتقال جمعیت غیر نظامی توسط اسرائیل به سرزمین‌های اشغالی هستش که طبق قوانین بین‌المللی این یک نوع جنایت جنگی به حساب میاد. ترک در بیانیه‌ای که همراه با این گزارش 16 صفحه‌ای ارائه کرده میگوید که ایجاد و ادامه گسترش شهرک‌ها به منزله یک نوع انتقال جمعیت هستش، یعنی که یک جمعیت اسرائیلی حتی غیر نظامی وقتی وارد خاکی میشه که اون خاک اشغالی هستش و در اونجا سکنه میگزیند، این در قوانین بین المللی یک نوع جنایت جنگی هستش. پیش از این هم هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح در خاورمیانه تور وانزلد مقامات اسرائیل را به دلیل ترویج طرح و ساخت و ساز برای بیش از 3400 واحد مسکونی در شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اسرائیل محکوم کردند. باید توجه کرد که بسیاری از این شهرک‌ها شهرک‌های تازه‌ای نیستند. به خاطر اینکه جمعیت در این شهرک‌ها افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه باید گسترش پیدا بکنه و این گسترش‌ها را سازمان ملل غیر قانونی می‌خونه. در هر صورت این هم یکی دیگر از دردسرهای اسرائیل هستش در رابطه با جنگی که در حال حاضر وجود داره و نباید از کرانه باختری هم ما غافل بشیم. ممنونم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو.